تیر کال همدا شپې ورځې بیا هغه تجربه تکرار شوه چې د افغانستان لومړنی جمهوریت ورسره د محمد داود خان په وجل کېدو او د خلګون دیموکراتیک جمهوری نظام ورسره د ډاکټر نجیب الله په نسکورېدو مخامخ شوي وو. این سال همچنان یک فصل ناتمام دیگر در تاریخ معاصر افغانستان رقم زد و سوالات زیاد در مورد این گسستنهای پیهم به وجود آورد. افغانستان چرا همواره در یک دایره چرخ میزند؟ نقش رهبران رده اول سیاسی افغانستان در این تاختنها و باختنها چیست؟ آینده کشور چی میشود؟ و سوالات نظیر آن. افغان خبرندوی شبکه ABN په یوه مهم ځانګړې مرکه کې غواړي چې دغه ډول پوښتنې وسپړي او تاسو ټولو ته هرکلی وایي. زه داود جنبشم. هیله مو دا ده چې په دې خواله کې د افغانستان د دریم جمهوریت د نسکورېدو ځینې اړخونه او علتونه روښانه شي و این کار را چه کسی بهتر از چهره اول عرصه سیاسی سالهای پسین در افغانستان انجام داده می تواند؟ دکتر محمد اشرف غنی. استاد ستړي مشي خوش کلپسز. بسم الله الرحمن الرحیم. خوش کلدین. سلامونه. سلام هایبګر. اترامات. ډیر مننه. ما قصدن استاد رسمي لقب یاد نه کړ ځکه زه نه پوهېدم ډاډه نه وم چې څه درته ووایم. تاسو د جمهوریت په پرځېدو عملا سیاسي واک بایللی دی او ما نه دي اورېدلي چې استعفا مو هم کړې وي. د خواله رسنۍ یا سوشل میډیا اکاونټونه چې ما ولیدل هلته لا اوس هم لیکلي دي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس نو څنګه مو ونوم ولسمشر پخوانی ولسمشر پرځېدلی ولسمشر جلاوطن ولسمشر یا بل څه؟ مننه استاد. زه د اساسي قانون په اساس ولسمشر وم او تر څه د افغانستان ولس په قانوني توګه واک بل چاته انتقال کړي ولسمشر یم. عنوان له نظر نه زه د ولس خادم وم او هیڅ وخت په القابو باندې تړلی نه وم. که ډاکټر یا استاد راته ووایي د زړه له کومې نه به خوښ سم. نو د اساسي قانون له مخې تاسو اوس هم ځان د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس بولئ؟ زه هغه میراث هغه امانت چې ماته سپارل سوی بې د ولس له رایه بې د ولس له خوښې نه په خپل زړه په خپل سر بل چاته نسم سپارلی. او زه مننه کوم چې دې مرکې ته سلا شوی او وخت مو راکړ ځکه دا به لومړی ځل وي چې تاسې یوې افغان رسنۍ ته په هغه موضوعاتو مفصل غږیږي چې تېر یو کال پې ډېرې خبرې وشوې اوس هم پې خبرې کېږي. او موږ د طالبانو مشر هیبت الله اخوندزاده ته هم یوه بلنه استولې د طالبانو اداره کې د فایدامې د وزیر ملا عبدالمنان عمری په لاس چې هغه د ملا محمد عمر ورور دی ګوندې هغوی یې ومني. او هیله ده چې مولوي صاحب هیبت الله او نور ټول سیاسي څېرې د تاسې بلنه ومني ځکه موږ د جرګو او د مرکو ملک یو او باید وغږیږو او په منطق یو بل قانع کړو نه دا چې په برچې باندې. که ستاسې اجازه وي دا خواله به داسې ستاسې او د هیوادوالو ترمنځ د غیابي بحث په ډول مخته ویسو. زه به هم پوښتنې کوم د هغې ځینې پوښتنې هم راغلي دي هغه به هم درته وړاندې کوو او څلور برخې به ولرو. یو دا چې څه پېښ شول اولې، بل دا چې جمهوریت څه ډول یو نظام و، او دریم دا چې امارات په دې یوه کال کې څنګه چلېدلی ستاسې له نظره، او په پای کې څه به کېږي او درسونه به څه وي. بیا خیبایی صاحب از مسئله سقوط آغاز کنیم. شما روز یکشنبه 15 آگست 2021 از افغانستان خارج شدین. 24 ساعت قبل از خارج شدن شما روز شنبه 14 آگست با انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا صحبت تلفنی داشتین.
او بعدا گفت، نقل قول مستقیم، اشرف غنی به من اطمینان داده بود که تا دم مرگ ایستادگی میکند، اما روز بعد فرار کرد. چرا تصمیمتان یک شبه تغییر نمود؟ ما موقف ما تغییر نداد. ما تا مرگ ایستادگی میکردم. در 9 بجه صبح تصمیم جلسه کابینه را بر 3 بجه داشتیم. اکثریت مطلق در کشور وجود نداشت. وزیر دفاع کشور قبل از اینکه ما برایم در تیارش شده بود. بعد از او وزارت دفاع تخلیه شد. ما 40 دقیقه منتظر بودم که برم با وزارت دفاع، بعد از تلفن وزیر دفاع افراد رفتن در وزارت دفاع که بشه پر نمیزن. و در 4 اطراف معلومات دقیق آمد که طالبا مثل همیشه واره وعدی را کرده بودن که داخل کابل نشن، سرش عمل نکرد. و در این حال در 9 بجه صبح سفارت امریکا اسناد واضح موجود است که تخلیه خود شروع کرد و کاغذهای خود در دادن به میدان هوایی رفته. و از همه مهمتر، هزارها نفر از قوای امنیتی ما را، خاصتا از قوای سفردار که از امنیت ملی بودن و از بهترین قطعات افغانستان بودن، اینا را تخلیه کردن. اگه اینا تصمیم داشتن که جمهوریت حمایه کنن، چرا یک قوا را تخلیه کردن؟ و با کدام دلیل هر کسی را که همراهشان کار کرده بود از آشپز گرفته تا جنرالا ویزه داده؟ ما آخری نفری بودم که برآمدم. ویام از خاطر ازی بود که شب دکتر نجیب، تجربه تلخ دکتر نجیب راجع به یک رئیس جمهور افغانستان تکرار نشد. نقطه کلیدی ای بود که آیا جمهوریت به جبر تسلیم میتیم یا و بناهن یک کودتا را مشروعیت میتیم، یا ای که با برآمدن ما ای امانت ملت حفظ میکنیم و ثابت میسازیم که یک کودتاست و به جبر صورت گرفت. گفته میشه که آقای بلینکن در او صحبت تلفنی به شما یک سلسله وعده های داد و از جمله ای که زلمه خلیلزاد از روند صلح افغانستان برکنار میشه، نمیفهم تو چی حدی درست است؟ مطلق آقای بلینکن، چون بالاخره ما هیچ وقت در مقریه امریکا غرض نگرفت، اما وقتی که رسید که عدم موفقیت و دکتر خلیلزاد دو روی نداره، نو روی داره، واضح شد. ما با آقای بلینکن گفتم که شخص منفور شده، مورد اعتماد اقشار مردم افغانستان و خاصا جمهوری خواه قرار نمیگیره. به ما وعده کرد که آقای سلمان احمد رئیس بخش پالیسیشون مسئولیت به دوش خود گرفت. اما وقتی که اعلام میشون نشد شد، این موضوع نامد، از این جهت موجب اعتمادی شد. و نقطه دیگه هم ضرور است، وزیر دفاع امریکا آقای آستن، جنرال سابق متقاعد، به ما گفتن که 3000 عسکر امریکایی به میدان هوایی میایه، اما اینا بر دفاع کابل نیست. و بازم تکرار کرد و بار بار آقای بلینکن گفت که طالبان حاضر با مذاکره با خودت نیست. شما هم به او وعده های دادن، چیزی گفتن؟ نقطه اساسی در ایست که وعده نبود، هشداری که برشان دادم با نتیجه گیری. در روز پنجشنبه پول ما سر ما بسته شد. ما در ماه 200 میلیون دلار بانک مرکزی ما از ذخیره میلیاردها پول ما در امریکا میگرفت و بر استحکام بازار ایره پس لیلام میکرد که صلاحیت بانک مرکزی. این پول استاده شد روز پنجشنبه. من همراه آقای بلینکن چند صحبت داشتم. در این بخش که گفته میشه، گفته که تعذیر سرتان نامده، ما تشویش داریم از آمدن طالبان، مقدار کم میکنیم اما پول برتان روان میکنیم اگر پول روان نکده. مقدار کم میکنیم که بدست طالبان نره. بدست طالبان نره. دیگه اینا واضح به نتیجه رسیده بودن از این خاطر. دوم، بار بار سر از این صحبت کردیم که اگر لوی جرگه دایر شد،
که اگه انتقال قدرت صورت میگیره لو اجرگه به صورت اساسی باید تایید میکانیزم باید چون خارج از او رای دیگه وجود نداره. گفت مورد قبول طالبانیستی به صورت واضح گفت و همچنین به صورت واضح گفت قانون اساسی تانه دیگه سرشتاد شده نمیتونی مورد قبول است. یعنی روز شنبه 14 آگست تقریبا برتان گفت همه چیز تمام است. این نقطه. نقطه دیگه که واضح بود در ختم روزه روز جمعه آقای سراج به صورت واضح گفت در جلسه شورای امنیت ملی رئیس استخبارات که ما قوت جنگ کردن نداریم و در شام باز هر سه بخش امنیتی با مشاور شورای امنیت ملی به نتیجه رسیدن که قابلیت جنگ ندارن و آقای سراج در مصاحبه خودم ذکر کرده. روز شنبه جلسه سیاسیون بود و در این جلسه ویام به درخواست آقای بلینکن اینا درخواست کردن که یک هیئت مذاکره با صلاحیت کامل ایجاد شود تا برند با طالبان مذاکره کنن و ما ایر اجازه دادم. وقتی که روز شنبه خفتن ما امرایشان صحبت کردم، ما گفتم امروز صلاحیت اجرایوی ما ختم شد از نگاه امنیتی، از نگاه مالی و از نگاه سیاسی. بعد از این ما تنها صلاحیت اخلاقی دارم و دمیجه بود که گفتم شد بازم ما تا آخری قطره خونم حاضر هستم که از جمهوریت دفاع کنم. اما اینا کدام تعهد مشخص هم رای ما نکرد. در اینجا یک موضوع دیگر هم اشاره میکنم. آقای بلینکن ظاهرا در 2018 کال در مارچ په اومه یعنی در بهرنی ځواکونو د بشپړې وطن نه تقریبا 15 میاشتې وړاندې تاسو ته او عبدالله ته په یو لیک کې د طالبانو د حتمی بریالیتوب په باره کې یو اشاره درکړې وي او د امریکا استخباراتو هم داسې اخیستنه کړې وه چې حکومت د شپږو میاشتو زیات دوام نشي کولی. یعنې معنی دا چې لوبه لا پخوا ختمه وه. ډاکټر لیزا کرتس د سپین مانی که د افغانستان و پاکستان لویه مدیره وه او د خلیلزاد په ځینو جلسو کې راتله ځینو نورو کې نه پرېښودله. پرون د یو ټویټ کړی او ویلی دی چې داسې ننګینه مایده یا تړون په امریکا په تاریخ کې امضا سوې نه ده او هغه کاغذ باندې چې لیکل سوې هغه د کاغذ ارزښت نه لري. موږ سره دوکه وه او ما ځوابم ایله ده چې تاسې محترم به دستگاه اما زواب وزیر بلینکن ته په مارچ کې خپور کی چې ما په تفصیل ورته ویلی دي چې زه د ثبات دپاره او د خلکو د کراري دپاره هرې قربانۍ ته تیار یم، اما دا لاره چې روانه ده دا لاره مشکلات ایجادوي او خاصتا که په دې رقم بېله تدبیر نه وړاندې لاړ سئ د افغانستان ځواکو کې به تقسیم راسي او قدرت باندې به بزکشي روانه یي. نو ضروره ده چې دا پوسی چې جهت چې روان و دا موږ څېړلی وو او په واضح توګه م وړاندیزونه وړاندې کړي وو. اما له بدې مرغې نه مخکې معاملې سوې وې چې د هغه په اساس باندې دوی حاضر نه سول او لویترین خبره دا وه چې به ترکیه کې مذاکرات څه ویل. دغه زما یوه پوښتنه ده که اجازه یې وروسته وپوښتم. حالا تقریبا یک سال بعد که به او واقعات که در او وخت گذشت نگاه میکنین، فکر میکنین عملی شدن طرح حکومت مشترک با طالبان که یک قدر در موردش صحبت کردن و حال هم صحبت میشه تا چه حد ممکن بود؟ این ممکن نبود. اگر ممکن میبود چرا طالبان طرح استانبول رد کرد؟ مشکل زلمه خلیلزادی است که همیشه به خلطه فیر میکنه. بدون از این که از طالبا موافقه گرفته بود اعلان کرد که در استانبول جمع میشه. ترکا دولت محترم ترک خبر نداشت. آمادگی گرفتن. هیچ یک از شریکای امریکا اطلاع دقیق نداشت. بازم مکتوب مرا ببینین. ما با آقای بلینکن نوشتیم که با هر سطحی که از طرف طالبان مناسب باشه جمهوری اسلامی افغانستان اشتراک میکنه.
اما اونو قطعا نامده دا پوښتنه مې ځکه دوه درې ځل تکرار کړه چې ځینې وروستي شواهد هم راوتلي دي چې یو څه نوي اړخونه پکې څرګندېږي. راځئ د کابل وروستۍ غونډه کې چې د علماو غونډې په نامه جوړه شوې وه د طالبانو د مشر هیبت الله اخوندزاده د خبرو یوه برخه سره واورو. ما په دې کې فکر وند و چې دا امریکایان خو به ځي، خو که دغه امریکایان لاړ شي دغه نورې پاته شي او دا بیا زموږ سره جنګېږي، زموږ ته په میراث باندې یو جنګ پرېږدي، بیا څو وخت موږ په خپل منځ کې دغه افغانان یې راته درولي وژنو یې سخت هغه باندې بوج وه. هغه رب جل جلاله یو داسې نصرت واوستئ چې هغه لا نه وه تللي، زموږ خبره خلاصه شوه، پروردګار عالم دا مسله ختمه کړه. تاسې دا خبرې واورېدې، نه پوهېږم ستاسې اخیستنه څه ده، خو زه داسې فکر کوم چې دی کې بریښي چې ملا هیبت الله اخوند وایي چې دوی منتظر و چې بهرنیان ووزي او واک ټول د دوی شي، ځکه که څوک د دوی مخ ته درېږي په هر نامه چې درېږي دوی بیا وژني، دوی نیم واک نه غوښته، ټول واک یې غوښته. د مولوی صاحب هیبت الله وینا چې وګورئ، دی خپل حرکت ته سلطنت وایي او ځان ته سلطان وایي، او دا یو مطلقه او مطلق الانان نظام دالری. په دې نظام که مشارکت نسته، چا سر مشارکت منلی؟ او هغه افراد سیاسیون چې غولېدلي وو ټولو خیال کوو چې دوی ته به ځای ورکړي، چا ته یې ځای ورکړی؟ راځئ نو دلته د سقوط نه وړاندې دا دوی اونۍ چې دي په دې باندې ګام په ګام لږ سره تم شو. طالبانو لومړنی ولایت چې ونیو مرکز د ولایت هغه د اګست په شپږمه و، زرنج ښار و، پاتې درې دېرش مرکزونه یې په نهه ورځو کې ونیول. ما چې ورته حساب وکړ دا په هره ورځ کې تقریبا درې نیم ولایتونه راځي. لومړۍ پوښتنه مې دا ده چې دا کار څنګه ممکن شو داسې په چټک سقوط، او ځینې وایي چې عسکرو ته له پاسه قومندې ورتلې چې مه جنګېږئ. تاسې د وسله وال پوځ اعلی سر قومندان وایي، فکر کوي قومندې تلې او کتلې ولې مخه نه نیول کېده؟ قومانده د وزیر د دفاع او وزیر د دفاع د دې مسؤلیت درلود او صلاحیت ورکړ سوی و. قومندانان د قول اردو خپل برخې کې ده، دوی نه باید پوښتنه وسي په وضاحت باندې چې څه مو کړل څه امکانات. بل خواته ګوري، ماتې له کوم جینه راغل؟ هر چیرې چې ملیشیا وه ملیشیاګانو ماته وکړه. او بل تعجب په څه کې و؟ نه شمالي ولایتونه په داسې چټکه توګه مات شول چې د تعجب وړ. زه مزار ته لاړم، هم جنرال دوستم خپله جنرالي دریشي واغوستل، هم جنرال عطا، ټول ودرېدل، امکاناتم برابر کړل، ټول امکاناتم ورکړل، او یې قوم په اختیار کې ورکړل. بله ورځ دوی چیرې و؟ ازبکستان کې. مشکل دا و دا تاسو ویل چې عطا محمد نور او عبدالرشید دوستم ووتل، وروسته وویل شو چې یوه توطعه وه، یو چا ورته وویل عسکرو ته، د دوی ملیشو ته، د دوی کسانو ته چې مه جنګېږئ، قصه ختمه ده. دا چا ورته ویل؟ چا ورته ویلي دي؟ توطعه وه؟ توطعه وه خو دوی یې په راس کې صلاحیت ورکړ سوی و، د دوی ملیشیاګانې وې. ګوته یې ستاسو خواته نیول کېدل. ما چا ته کوم تلیفون کړی؟ کوم مکتوب مې ورکړی؟ ستاسو امنیت شورا نه دی کړی؟ فقط تر اخره پورې. او هغه د سراج صاحب د شاهد ده چې سراج صاحب د جمعې په ورځ په دیارلسمې راغی، ګزارش یې ورکړ چې موږ جنګېدلی نسو. سر لغم زه لاړم بالای سر کې مې پیغام ډک کړ چې مقاومت وکړو، بیا راغلل که دا اوسي په کابل باندې انفجاري عملات راځي. دوی څومره توان درلود؟ له دولت نه دوی څومره امتیازات واخیستل په دې شل کالو کې؟ او وخت د عمل څه راغی؟ څومره افراد درلود؟ ځان پالوانان ګڼل، اما په عمل کې څه وکړل؟
هرات کې څو څو نفره دوی قیسو ټول کې کوم بل برخه د اساسي نظر نه داده چې پس د دوحې له تړون طالبانو برخلاف د ټول شرعي اصولو افغان وژنې ته دوام ورکړه. امریکایانو بار بار ژمنه وکړله، خاصا خلیلزاد او وزیر خارجه پامپیو، چې اوربند به راسي یا لوی کمښت به په جنګ کې راسي، موږ قوې په دفاعي حالت کې واچول او زرها نفره موږ شهیدان ورکړل. په دې وخت کې نیم د اردو یا شهیدان سوي وو یا یې ترخیص اخیستی وو. او وخت چې اردو نیم ته دې ته ورسیږي، ټول اردوګانې ماتې خواته ځي. روحي فضا بله وګورئ، د روحي جنګ وو. او دې کې رسانو هر چیرې چې به وړه ماته وه یا یو ستونزه وه، دې نه به دوی مشر جوړ کړ. او بله خوا کومه بین‌المللي رسانه نه وه چې وایي چې جمهوریت سقوط کوي. متقاعد جنرالان، متقاعد د سی آی ای دا، روحي فضا خراب بسوله. مگر له ټول نه مهم دا و چې سیاسي قشر، یو برخه د سیاسي قشر د افغانستان معامله وکړله، یو ولایت نه پس له بل ولایت نه. او کابل کې تاسو په وروستیو شیبو کې تغییرات راوستل. د کابل دفاع دپاره نوی قمندان وټاکه، لوی درستیز مو تبدیل که. او هیله م دا وه چې که هر بل ځای سقوط کوي کابل به ساتئ، ولې مو ونه ساته؟ ځکه یو، حالات دومره په چټکتیا راغلل. بل، ایموک طریقه د جنگ او د امریکانو طریقه د جنگ فرق درلوده. تاریخ د افغانستان خودلی چې ځینې ولسوالۍ او ځینې ولایات کلیدي دي. یوه ولسوالۍ ده که ماته پکې راسي، نه ولسوالۍ یا لس ولسوالۍ ورسره ځي. داسې ولایت دي چې یو ولایت کې چې ماته راسي، امریکانو طرح په آخر کې دا وه چې کابل قندار وساتي، نور ټول ځای تش کړي. دا د ملي وحدت د افغانستان نظر ناممکنه وه. او له بلې خوا نه قطعا عملي اما د دې اوازې چې خپره سولې، خلکو منځ کې تشویش راغی. او په حدود د 240 بیسونه وو چې ډېر سخت ځایو کې وو. او بار بار خاصتا امرالله خان په دې باندې سلها واره تاکید وکړه چې دا باید تش دي، دا قابل د دفاع نه دي، او موږ باید ټول سو. دا یې ټول نه کړل. وزارت دفاع کې موږ بدمرغي دا وه چې خالد صاحب ناجوړه وو، شپږ میاشتې په روغتون کې وو. ځکه تاسو پوهېږئ چې وخت چې رئیس د امنیت ملي وو، خدای واقعا خدای جل شانه له مرګه وژغوره، د عملیات کړی وو. او موږ ماتل وو ځکه ټولو باندې بلد وو. او د ډاکټر عبدالله یوازنی کاندید بسم الله وو، ځکه د ده راغی او وایي زه باید پنجشیر خوښ وساتم. شما وقتی که از کابل خارج شدین، سه روز بعد فکر میکنم یک بیانیه ای داشتین و در اونجا من نقل قول مستقیم از شما میکنم، گفتین هر کسی که برایتان گفت رئیس جمهوریتان شما را فروخت و برای منفعت مالی و حفظ جان خیش فرار کرد، باور نکنین. خطابتان با مردم بود. مگر هنوز باور تعداد در داخل افغانستان امیست و حتی وقتی اوضاع افغانستان را به جنگ اوکراین و اقدامات شما را با عملکرد ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین مقایسه میکنن، با شما طعنه میزنن. فکر میکنین چرا؟ اول کدام متهم سر من گذاشتن که با میلیارد، با صدها میلیون دلار از افغانستان گریختی؟ گزارش سیگار رو دیدین، تمام تحقیقات بعدی رو دیدین. مدستم هم از فساد پاک است، هم از خون پاک است. با مردم افغانستان باید واضح شده باشه. در داخل افغانستان مردم سر شفافیت باورمند هستند. یک شبکه خاص است که میخواین مسئولیت تنها به گردن یک فرد بردن. از نیمه از حکومت در 7 سال تحت اثر دکتر عبدالله نبود. آیا مانع تمام اقدامات مثبتی نبود؟
مسئولیت از او را چرا ذکر نمی کن؟ آقای زلنسکی رئیس جمهور یک ملت متحد است. امرش در سر تا سر اردو و قوای امنیتی یوکراین میچله. تمام همسایش جز شوروی ببخشید جز روسیه امرایش استاد شدن. تمام دنیای غرب و ناتو به صورت اساسی هم هشدار دادن هم کمک کردن و یکی بعد از دیگه تاثیرات طرف کردن مطرح کردن و تطبیق کردن. ما منقسم بودیم. خلیلزاد با طرحهای خود و وعدهای خود همه را تقسیم کرده بود قشر سیاسی افغانستان و مذاکرات موازی جریان داشت. آیا بارها نگفتن که ما مستقیم فلانی یا فلانی میگفت که ما مستقیم با طالبان مذاکره میکنیم؟ آیا هر حرکت برای تقویه قوای امنیتی و دفاعی افغانستان ضد صلح تلقی نکردن؟ و آیا ما یک همسایه نداشتیم که در 20 سال پناهگاه داد، تعلیم داد و انتحاری ها را تربیه کرد؟ تفکیک باید بفهمین. و نقطه آخرم، ما 7 سال به صورت دوامدار مقاومت کردیم تا که ام شرایط بین‌المللی به صورت تغییر کرد که اگر انتقال 2 ماهه از نگاه عملی تجهیزات و آمادگی آماده نبود و در قشر سیاسی آمد که آمدن. بیرت از غوارم که در امریکا در خارجه وزیر بلینکن لیک تورستون شم اگه که چلور موضوعانی یادی شوی؟ یاو دا چې د سیمې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به راټولیږي د افغانستان په اړه به یو ګډ دریځ جوړوي. بل به بیا په استنبول کې ستاسې او د طالبانو یوه غونډه جوړیږي. تاسې مخکې ورته اشاره وکړه. بل به طالبان وعده کوي چې تاوتریخوالی راکم کړي، حداقل د 90 ورځو دپاره فکر کوم. او څلورمه دا وه چې دوی به پسرلني عملیات نه پیلوي. دغه یو هم ونه شو. ولې؟ ځکه چې دوی تعقیب نه کړل. استنبول کې دوی تیاری نه و نیولی، اعلان یې وکړ. داد خلیلزاد سلسله و اماراتو که این مگهیتو گوخته التا آمادگی نوا. قطر که بار اماراتو تا دوی گوخته که تاسی راغلی؟ نه بابا دوی گوخته، خلیلزاد راغلی. رابه غیت سبا یا بل سبا یا یواو نهی که باید پا چتک تو گراسی وقتی خلق راتل بیا با اماتل بیا چاور سر نکتل. اوست چور تا گورم آیا دای دوم رحمقو یا به کفایت او یا کما بلت او تهدر لو دلت چه اولس پکی. اما پا دی رقم بار حیات که آیا پا واقعی توگا دازوانان چه دی جنگ سالانان و اولادو دوی دی افغانستان از تازی توب کولیسو یا دلو جرگه غل دا تاسو نه دی تاک نکنه راغل پا پا چی بانده چه یو حیات چی باید او تاکل سی د ټولو د من لوی مانا څه وه؟ یې د طرحه وه چې باید د جنګ سالارانو سوله وسي. او لویه اشتباه یې څه ده؟ ده به ویلې چې طالبان د چاربولک ملایان دي. یعنې ډېر ساده خلک دي او مذاکرات باندې. او بل د طالب په درد باندې دی خبر نه و. لسها زره طالبان دوی بندیان نه کړل، شکنجه یې ور نه کړله، اور باندې بریدونه ونه کړل. نو د هغوی د افغانستان ټولنه طالب جذب کولی سو، په مینې جذب کولی سو، لکه چې د اوربند په ورځ کې موږ وکړله، د اختر په اوربند کې. په دې رقم نه کېده، ځکه هغوی کې د غڅې احساس سو او ورسره دوکه سوې وه. طالبان تقیه وکړله. دوی ته یې څه هغه شی ویلې چې دوی غوښتل واوري، نه دا چې تحقیق وکړي، څېړنه وکړي چې واقعا د هغوی دریځ څه ده، لکه چې مطلق قدرت یې غوښت. 3 نفره که در رابطه با انتقال قدرت از شما به یک حکومت انتقالی از اونا نام برده می شد و ظاهرا با ناکام ماندن این طرح شدیدترین انتقاد را از شما کردن آقایان خلیلزاد، کرزای و عبدالله هستند. هر سهشان اکنون از آن چه در افغانستان میگذره دل خوش ندارند، انتقاد میکنند، اما شما را مقصر میدانند و گاه الفاظ بسیار سخت هم در مورد شما به کار میبرند و میگن که شما این طرحهای که در مورد حکومت انتقالی وجود داشت او را ناکام ساختین. ما نظریات برخی از اینا را
به شما میارم و پاسخ شما را میخواهیم. اول عبدالله عبدالله در مصاحبه با ایندیا توده گفته غنی خائن ملی بود. میاره خیانت ملی بسه وزیز. کابل کی برباد کرد؟ هزارها زن و مرد کی به قتل رسند؟ افشار که قتل عام شه درش سهم داشت. ای وادار از نگاه حقوق بشر محاکمه بنبلی میخواست. دوم قوای از اینا که دکتر عبدالله نقش اونده ما بنش داشت به کابل داخل شدن. منظورتان جبهه شمال بود؟ جبهه شمال بود. در نوامبر 2001 آیا هدف ایجاد یک حکومت متوازن نبود؟ یک حکومتی که بتانه زخمای مردم افغانستان دوا کنه؟ آیا اینا ایره به یک حکومت اقلیت به زور به جبر با عدم قبول حقوق تمام مردم دیگه افغانستان ایجاد نکردن؟ آیا یک ولسوالی افغانستان ملک یک ولسوالی بود؟ سوم قانون اساسی رو دکتر عبدالله چی وقت قبول کرد؟ هر بار گپشی بود او قانون اساسی است اما ای افغانستان است و مناشی بود که باید منافع از اینا تامین شد. آیا انتخابات 2014 را قبول کرد؟ میگن که جعل بود. جعل ای کرده بود. امروز 5 میلیون نفوس افغانستان. حکومت در دست آقای کرزی بود. در حکومت ما یک نفر داشتم در حالی که کل قوای امنیتی و دفاعی افغانستان در دست از اینا بود. اوباما اومد بر ما تلفن کرد که اینا کودتا میکنن. قوت نظامی در دست از ایناست. و به سرکا برآمده بودن با ما مردم آمدن که ما در سرکا میریم. ما گفتم اینا قتل میکنن و ما میخوایم ثابت کنم که از راه سیاست ما به نتیجه رسیدیم. امروز نفوس افغانستان پس ببینه 5 میلیون افغان این محروم ساخته بود از شمارش. چون نه ایسایه را قبول کرد نه تذکیر برقی را قبول کرد. کسی که الف موازی کنه او خیانت ملی کرده با کدام اساس در کدام کشور؟ خب اگر زور امریکا نمی بود و پس نمی بدن و اختار نمی دادن که یک میلیارد دلار از خاطر از این سر ما قطع کرد آقای پامپیو. دکتر عبدالله مسئول عدم تحکیم جمهوریت است و مخصوصا در 7 سال آخر. دو مسئول شورای صلح افغانستان بودی. کدام قدم برداشتی؟ در روی کاغذ کدام طرح را آوردی یا در عمل؟ وقتی که رفتی به دوحه و هم در تیاره خاص برد گرفتیم که پرواز کنی، پس آمدی در روز عید به ما گفتی که طالبان حاضر به هیچ نوع حرکت نیست. بعد از او آقای قانونی رفت به ایران و پس آمد با عین پیام. اما ادعا داری که حکومت انتقالی با او آمده میتونست؟ یعنی یک سند برای ما ارائه کنین؟ معلوم دار فرق ما و تو دهیست که من رئیس جمهور قانونی کشور بودم و جمهوریت ملک شخصی من نبود که انتقال کنم. نه به عبدالله انتقال داده شده میتونست نه به کرزی، چون خلاف قانون اساسی بود. تنها کسی که من قدرت انتقال کردم میتونستم امرالله خان سالی بود و او را امریکای خوش نداشتن، گفتن مورد قبول نیست. تاسو د کرزی صاحب نوم واخسته. حمید کرزی ویلی چې طالبان کابل ته نه راتلل خو چې اشرف غنی وتښتید زه مجبور شوم هغوی کابل ته را دعوت کړم. زه د خدای جل شانهو نه کرزی صاحب ته دا غواړم چې سکون چښتن شي. هره ورځ په یو بل باد باندې په یو بل هوا باندې ونه غږېږي او لږ څه د حافظې چښتن شي. کرزی صاحب د لیکلو سړی نه ده، د لوستلو د وینا ده، اما ډېر زر خبرې هیرېږي. په یاد یې ما کرزی صاحب ته همیشه په عزت کتلي. کرزی صاحب دپاره ما ګولۍ په ځان باندې ونیولې په هغه وخت کې د نه پوهه درلوده نه تجربه. ما ملا ورکړله، هره وینا مې ورته ولیکله.
مخالفینو سره دریسونی و او هر وقت در آبان نارا اوکرل بله هیچ نه اما ده ده خپل زایناست احترام پا زای نکه یو رز پرک آقا ده شایدان که نستلی دی یوازه اتیا ده قیمت کنزلی اوکرلی او پا هم داره قمو آیا کردی سب تینگ والار نو تا امریکایان پا هیچ قیمت بانده لفغانستان نوزی او زده دوی پلکی کنم څومره فرصتونه یې لاسه ورکړل نو بیا هم زه د خدای جل شانهو نه ده ته هدایت غواړم چې صراط مستقیم پسې وګرځي او مشر د مملکتو لکه مشر غوندې رفتار وکړي تشکر و زلمی خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان گفته بود که ادعای موجودیت خطر فیزیکی که شما گفتین خطر فیزیکی ایجاد شده بود با آقای غنی نادرست است و اگر او ترسیده بود از امریکایی ها کمک میخواست من با تانک امریکایی به ریاست جمهوری آمدیم نه با بادیگارد امریکایی برخلاف دیگر و نه با پول امریکا مشکل خلیلزاد امرای می بود که من افغان بودم و مسلمان بودم و ای از افغانیت خودم انکار کرده از هویت خودم انکار کرده این مفسد است و غیر از او بکفایت است به این شکلی که مذاکرات مدیریت شد از نگاه تجربه بین‌المللی آوردن پیمان‌های صلح فاجعه است بیشتر از لیزا کرتس نقل قول کردم این به اندازه به صورت سری رفتار میکرد که شورای امنیت مشاور شورای امنیت امریکا را در جریان نمیگذاشت یک و آله که زیر فشار بیا میخبر می هدایت داده بودن که قوا را بکش ای و هدایت به مردم افغانستان روز اولی که آمدی و ما استقبالت کردم نگفتمت که کشور از شبه سقوط دکتر نجیب حراس داره صلح یک امر شریف است ما هم استاد هستیم کار نکو که در تاریخ بدنام باشیم و یک ننگ باید کدام روز شما به ما اطلاع دادین و اطلاع تشریک کردین برخلاف اوکراین و برخورد مره ببینین ادای ازیره ببینین بعد از این که آقای بایدن تصمیم گرفت که قوای خود از افغانستان بکشه یا آمد و از ترس اینه تو میلرزید که مردم افغانستان ایره بیاب نکنن و کابینه افغانستان ایره بیاب نکنن ما از تمام کابینه افغانستان و مردم قشر سیاسی افغانستان خواستم که یک مامور از امراش مثل یک ناظر یک خان رفتار کنین امر بادار خود اجرا کده بیزتش نسازی و باز برخورد از زیره ببینید یو کال دمخه اغه نظام چې د ژوندانه دریمه برخه ستاسو یو له دریو دوی برخه د حامد کرزی په مشرتابه و چلی دی نسکور شو جمهوریت می منظور دی د داوود خان لمړی جمهوریت اوغه 15 کاله او د خلک دموکراتیک ګوند جمهوری نظام شاوخوا 14 کاله دوام وکړ ستاسو هغه څه کم 40 کاله روانو جمهوریت ولی افغانستان کې نه ټینګی خبر جناب استاد په جمهوریت کې نه ده خبره د سیاسی قشر کده او د ولس او سیاسی قشر او د ټول نظام سلسله ده هر یو د دوی توپیر درلود د نس کوریدو هم آمد ځکه د داود خان نس کوریدل په هغه وخت کې اساسات داو چې د زایناست مسله حل نسوه دی زولو د احترام سرهیو اما زورو له هغه خلکو سره چې قوت سره راغی برته وخت چې څو کاله پاتې سو او دنیا یې ولیدله تغییرات راوړل چې نیسو کولی وګرځي او د فکر کوو چې لا صدارت وخت ده او کولی سي داود خان هم لوی خدمتونه کړي دي هم لوی اشتباهات کړي دي او بلې خوانه ورباندې کودتا وسوه دا نه و چې ولس له داود خان نه ګرځېدلی و ولس داود خان سره و سره له دې چې
پاچاهی لمنځه وړه دای خپله یو محبوبیت درلود مشروعیت درلود او هلته واکن ټول افغانستان کې امنیت و د ډاکټر نجیب نسکوریدل په دادی د ټولې دوره مې مقصد د خلک د نه خلک په د هغوی اشتباط زه ډېر مهم دی ځکه په وازلو تکولو او بمباردولو شروع کړل خو حفیظ الله امین یوازې د 16000 نفر و علما و خانان و روشنفکران و د وازلو لست خپور نه کړ دوی له افغانستانه بېخبره وو او لا مفکورینم چې دوی ویلي په هغه باندې باور دي په څو کاغذو یې لوستي وو څو نفر د دوی شوروي لیدلی وه راغلل یوه تشه وه اما دوی پوه نه سول چې د ولس نبض چیرې ده او پس ده چې ډاکټر نجیب راغی او ویکړل سو چې واقعیتونو باندې درک وکړي او تغییر سلسله راولي دنیا ورباندې بدله سوله له بدې مرغې نه د خاطرې ایستېر سوی و هر څه چې ولس ته وویلې چې سبا ته آمادګي نسته ولس ورباندې بېباوره سوی و او بیا هم عمده دلیل دا و چې بنانسوان د تغییر یا د انتقال مدیریت ډېر په ناسمه توګه زما منظور همدا و چې هغه وخت هم انتقال سمه انتقال ډېر غلط توګه وسوه ورباندې کودتا جوړه کړل څه ول ورنه یې وغوښتل چې استعفا دې اعلان کړه وخت یې چې استعفا یې ورباندې وکړله ګوند یې وپاشل سو خپله د ګوند مشرانو ده باندې څه ونه ویلي او پرې یې نه ښود ترتیب ځکه له باندې نه له بلې مرخې نه قطعا مجاهدین حکومتداري ته آماده سوي نه وو او د اسلامي جمهوریت سقوط بیا هم د ولس نه نه ده راغلی نه ده راغلی فکر نه زما په نظر په کرز مې واورې ولې کومه نظرسنجي ده چې طالبان له 8% نه ډېرتر په کې ولس ورته ویلي چې ولس یې غواړي ولس سوله غوښته او موږ جنجال دا و چې برخلاف د داود خان له دورې نه له یو خوا نه مطلق موږ بې امني کې راغلو یعنې زه مقصد مې زه چې ولس مشهور شوم یو سل 500 قوه راغلې وه بیا ووتله او ځای کې څه پرېښودل طالبان نه وو کمزوري سوي بالعکس ډاډه سول او مطلق د ګټلو طرحه یې مطرح کړه پاکستان خپل دریز بدل نه کړ او دوی سخت ملاتړ کړل او داخل کې دوره د اوباما چې افغانستان واقعا مطرح وه د نړیوال نظر نه بې حده پیسې او امکانات راغلل ډېر لږ وخت کې او ټول ضایعاتو باندې بدل سوي وو بیا اساسي دلیل د سولې غلط مدیریت موږ بریالي سوي وو د امریکا یو گزارش ته وی ګوري خپله د وزارت دفاع او د نورو یې د دسمبر د 2013 په ختم کې دوی لیکلي دي چې په 18 کالو کې دومره افغانستان یو سیاسي لاره د هلته تیار نه وو چې نن ده می خواهیم در این مورد از شما بپرسم که این نظام که 7 سال شما رهبرش بودین تا چه حد با معیارهای قبول شده مردم سالاری جهانی سازگاری داشت؟ دو بخش دارم. یک بخش سیز که تحکیم جمهوریت در افغانستان و ایجاد یک دولت قوی جمهوری حداقل 30 سال کرد. چون فساد محور اساسی دولت شده بود فساد سر تا سری همه قبول میکنه کندوی فساد بود وقتی که با ما میراث رسید کدام چیز سنگ بالا میکده دوم منافع امنیتی امریکا موجب اتحادشون
به قسمت از کثیف‌ترین عناصر در افغانستان بود. از خاطر منفعت خود هر کس را کار بود از ملیشیا و اینا استعمال کرد. میار را که ما نداشتیم انحصار مشروع قوت بود. چند هزار ملیشه مسلح غیر مسئول در کشور فعال بود. حکومت قانون در زمین زده بود و خود دکتر عبدالله یک نمونه است. قانون اساسی را قبول ندارم. هر نوع شمارش آرا را خود در 2014 100% آرا را من شمارش دوباره درخواستش نکردم. بازم باید و نوع دست ما نهایت بسته بود از نگاه کمک. یک کشور جنگ مردم سالار باید یک اساس اقتصادی، وحدت ملی و خاصتا یک طرح فکری داشته باشه که به اساس از او. قانون یک بام و دو هوا بود. یک نفر می گرفته، طور مثال معاون مبارزه با مواد مخدره در وزارت داخله. پس کشف شد که کلانترین وسیله معتاد کردن جوانای کابل امی آدم بود. رفت گریخت به ولایت خود. از این جهت مشکلات جمهوریت هم نهایت اساسی است که باید سرش فکر کنید. خود تاست هم در انتقاد را گرزید که تاست چی کل انتخابات تو داریده دو دری وعده مو کرده. یو دو چی فساد با بیخی ورکوی، اقتصاد با سماوی او دو واک بنسرتونه با پیاوری کوی. دقو برخو که دیر پر مختق را نگه؟ عرض می بیتر داده. پر مختق میار باید پوسی چه لکوم جینش پل کوی. زکه قضاوت په دې لومړی وخت ډاکټر عبدالله په ما وټپل شو، نه یوازې نیم د حکومت له منځه لاړ، 15 دقیقې مخکې به د یو کابینې له جلسې نه به یې اول لیږه چې دا موضوع د کابینې له جلسې نه وباسي. تاسو مجبور وی وباسي؟ مجبور. دلیل مې څو، آیا جنګ مې منلی وای بیا د کابل باندې په 2014 کې ما دوه اختیار وو. لیاو خانه ټول په دې نتیجې راغله او اسناد وتلي دي چې د کودتا طرح د کرزي صاحب په دربار کې تر بحث لاندې و. یعنې چې په تاسې کودتا وشي؟ تر ټولو باندې کودتا وشي چې کودتا دوام وکړي، انتخابات کنسل شي. موږ ته ټول راغله، هم ډاکټر عبدالله ته راغله، هم ماته خلک راغله. بین بلي ټوله. دوم، امریکایي قوا په شدت په وتلو وه، ځکه چې امنیتي تړون او که امنیتی تلوم لاسلیک سوای نوه پول کمکونه در ایدل یاو لس میسته پا اواکیو خزانه که دره میسته ماش پروتو سیستم مطلق پل سیستم فسادو. نو پا ده اساس بانده چی گوری لومره کابل بانک نما شروع نکرل فساد مخکه کافی مبارزه وصوله، اما دا مبارزه په وکالو کې نه تکمیلېده. ټول سیستم مفسد و. هر اخوان کوم څوک دې ووایي چې ماستر محکمې کې یا لوی څارنوالي کې یو ورځ مداخله کړي، اما دوی هره ورځ نه کول. شرایط ته ګور او له بلې خوانه ځینې ولایتونه آیا مطلق انحصارو او خوریولې سل نور توخیانه جوړول کنه، باید په تدریج تللی وای. انقلابی حرکت د اصلاحاتو ممکن نو او شی چې ضرور و باید ټول حرکت کړي. مګر ولس ته مو دا خبر هغه وخت ونه کړه. ګورې که هر ولسمشري وزارت مالی او د ولسمشري فرق په څه کې ده، یا د وزارت او د ولسمشري فرق کې، یا وزارت کې تاسو اختیار د ځان لرئ او دو تاکی که مثال باند پس دینه چه انتقالی حکومت ختم سو کرزی سب متویلی او خلیزاد دیر ارسر یو جایو دو جنگ سالاران راولل حکومت حکومت وزارتون یورباندی ویشل زم موافق نو
ماته ویلی مالیه مکاوه زکه چه مالیه ندوی پتنگو چه دوی طول فعالیتونم بند کریو که مالیه نتالرس مالیه دیره منه ننیکو لارم برتا راغل آماغش من خلیزات کورتا میرا آقای داخل دیر تاثیر لری و باین بلی شورت دو دا مالیه پاین نیکو او التا خلیزات واقعی قوت دی افغانستان دو خلق راتل آقا نیومن پا کتاب کدی چه خلیزات شپاگ میسته مخی که وزارت مالیت یک کاندیدان پا سفارت که مرکل کوله این احساس منظور داده چه کارم چه وزارت که کوله شو پا ولس مشری که منشو کوله وزارت که ما کوله نسو کوله زکا ولس مشری دی بار زایده باید میلیون ها کنزلی اومنه خل خلاصا نکی زکا که خل خلاصا کی او تعقیب نی او سنجولی نی منسکه تاوان راسی. یک سوال سخت در مورد ای که شما را پشتون متعصب یا هم فاشیست می خوانند به برتری قومی باور دارن؟ شعار موازی است. هیچ افغان از هیچ افغان کمتر نیست، هیچ افغان از هیچ افغان برتر نیست. کسای کلمات مثل فاشیست استعمال میکنن. اول تعریف از رو ببینن. من از عمر استم که تمام طفلیم جوانیم و دوره کارم در پوهنتون کابل در دوران داود خان به اساس یک فکر ملی ایجاد شده بود. ما هویت قومی نزدیکترین دوستای منم میفهمیدم. اما اگر مساوات میخواید مساوات همه مطرح است. معیار ما سه اکثریت بوده. جوانا خانما و فقرا. ما سیاست قومی نکردیم، ما سیاست اقشار ملی کردیم. 34 ولایت افغانستان ما بار بار نرفتیم. سر تاریخ کدام ولایت افغانستان ما تحقیقات جداگانه نکردیم. قدمایی را که ما برای ترویج ازبکی برداشتم در 300 سال آخر سابقه داره. یک کسی که متعصب باشه این کلمات کسایی استعمال میکنن که اول معنیش نمیفهم. کسی که مطلق باور به حاکمیت قانون داشته باشه کدام و از نگاه انکشافی اگر من پشتون متعصب میبودم از هرات شمال شروع میکردم انکشاف افغانستان. ده بار من تنها هرات نرفتم. تمام بنادر افغانستان به شمال و غرب من باز نکردم. پکتیا بزرگ و نگرار بزرگه که زیادترین رای به من داد. من نگفتم که صبر کنین تا بتانیم وعدت ملی ره سرمایه گذاری ره که من تنها سر افغانستان مرکزی کدوم زیادتر از تمام از این ولایت نیست از خاطر که زندان جغرافیایی افغانستان باشه. مگر با وجود از این فکر میکنین چرا؟ چون این یک نظری وجود داره. نظری که وجود داره من براتون دلیلش میگم. کسایی که نظر مطرح میکنن تنها کارتشان تجارت قومی است. از انقسام مردم از خط کدن او اینا مایی میگیرن. فکر سازنده از اینا کجاست؟ تاثیر قومی برتری تیوری ردوی اصلا پلی باور نداره. دیر من نه میخوایم یک سوال در مورد مشارکت جامعه جهانی از نظر اقتصادی در افغانستان بپرسم که اینا هم با زور آمدن هم با زر آمدن. در مورد زورشان یک کمی صحبت کردیم. زرشان خب یک تعدادش پس بر آمد ولی یک مقدارش هیچ کس از این انکار کرده نمیتونه که در بازسازی و انکشاف اقتصادی افغانستان مطرح شد. ولی مشکلی که ایجاد کرد اینا این پولهای باداورده سبب زورمندان فوق العاده متمول شد که در نتیجه حاکمیت حکومت مرکزی بر ولایت و بر محلات از بین برد و به اصطلاح جزایر قدرت به وجود آورد. میخوایم از شما به عنوان یک متخصص بخش اقتصاد بپرسم که این مشارکت با جامعه جهانی یک غنیمت بود یا مصیبت؟ یک بخش مصیبت بود، یک بخش غنیمت بود. اما اول خدمتتان عرض کن افغانستان 240 میلیارد دلار بین کودتای 800 و سقوط طالبان صدمه دیده بود. 240 میلیارد دلار.
متاسفانه ایالات متحده امریکا در سال 2001 حاضر نبود که در بازسازی افغانستان در مرحله اول کمک کن. اسناد واضح آقای رمزفلد در اختیارتان قرار داده میشه. از این جهت چون اراده اول امریکایی بود که زود برای و یکی از مشاورین امنیت ملی امریکا جنرال مکمستر در کتاب آخر نوشته کرده مشکل از اینا بود که یک طرح یک ساله را 20 بار تکرار کرده دوام تداوم مطرح نبود. بخشی که مصیبت بود کمک های خارجی بودجه بود و مصرف نظامی امریکا در افغانستان بود. دو میدان هوایی منبع ایجاد جنگسالارهای نو، جنگسالارهای اقتصادی و تقویه جنگسالارهای قدیمی شد. میدان هوایی قندار و میدان هوایی بگرام. صدها میلیارد دلار قرارداد به اینا داده شد. ده ها میلیارد دلار رو در دوران از اوجش. از اینا یک حرکت نو به ایجاد آمد، یک پدیده نو به وجود آمد به نام شبکه جنگسالاران یا وارلاردز اینکورپوریتد. سابق تنها تفنگ داشتن، تنها تفنگ داشتن، آل پول هم پیدا، آل صاحب پول شد. و اینا قراردادیا شدن یا رفتن. قراردادای عمده را مثل تیل، مثل ترانسپورت، مثل تهی تنها سنگ، از سنگ اینا ده ها میلیون دلار پیدا کرد. اما یکی دیگه قراردادای اینا خاصتن در قندار و المند و اروزگان و اینا فروختن انسان بود. ده ها هزار نفر به اتهام از یک طالب هستند، سر از اینا فروخته شدند، شکنجه شدند. 13 نوع شکنجه سر از اینا تطبیق شد. این بخش واقعا یک مشکل جدی بود. دوم، کمک هایی که برای تقویه نیروهای امنیتی و دفاعی ما 90% پس در امریکا مصرف شد. چون در حدود 22 شرکت عمده قسمت زیاد از این انحصار داشت. و در دو بخش است. یک فساد خود از این، یک کمیسیون در سال 2009 ایجاد شد که قراردادهای دوران جنگ در عراق و افغانستان مطالعه کنه، در 2012 گزارش خود داد. عموما فساد در قراردادهای دولت فدرال امریکا در حدود 8% است. در ایجا بین 11 تا 20% بود و سیگار باز میره تطبیق کرده. سیستکا اداره کمک های نظامی افغانستان امریکا را بر افغانستان مدیریت میکرد، 50 میلیارد دلار در اختیارش بود. اکثریت مطلق از اینا بدون مشوره افغانا و بدون مدیریت افغانا صورت گرفته و سیستکا وقتی که تفتیش شد مدیریتش از طرف خود امریکا ضعیف بود. وزارت داخله بدترین نمونه عزیز که یکی از شرکت‌ها را قرارداد دادن که پلیس تربیه کنه، میلیاردها دلار قرارداد شد، یک واحد پلیس بعد از 4 سال اینا تربیه نکرده بود. بازم به سوال میایم که فکر میکنن که پول بادآوردی غرب سبب تضعیف حکومت مرکزی از نظر کنترل ولایت شد؟ 100% تنها حکومت مرکزی تضعیف از نگاه ولایت نیست، تضعیف حکومتداری به صورت اساسی است. چون وقتی که آقای خلیلزاد کرزی سبق قانی که ایده سال 2004 است که از خاطر از این که جنگ سالاران سلای سقیله خود تسلیم کنن در پروسه باید وزارت ها و ولایت به اینا تسلیم داده شد و این طرح واضح است به نام تنگ جنگ سالار. این مطلق فساد سرتاسری ساخت و حکومت تضعیف کرد و دلیل مشکل عمده ما که قبلا شما گفتین که پیشرفت ما بدی بود از خاطر این مشکلات بود. اینها صاحب میلیاردها دلار بودن، نه ای که و ثروتشان بیرون بود. این ثروت بادآورده بود، نه تنها بادآورده بود که دولت ضعیف کرد، بلکه در داخل مملکت سرمایه‌گذاری نکرد. ډیر مننه. له افغانستان سره د تړلو تازه مطالب او څیړنو او مرکو لپاره د ای بی این یا افغان خبرندوی شبکې نشراتی افغان پښتو
او دری پانی په فیسبوک او ټویټر باندې خوښی کی ټویټر کې پته دادی @ABN پښتو او @ABN دری مرکې ته دوام ورکو. اوس به د یو کلن اماراتي نظام په څېړنه باندې راشو، دا به لږ وارزوو. تاسې څنګه بولئ؟ ځینې وایي چې له ټولو ستونزو سره سره چې طالبان یې لري، تاسې ځای اشاره وکړه، وایي دا یوازنی ځواک دی چې افغانستان یو موټی کولی او ساتلی شي، او دا وس له داود خان نه وروسته بیا هیچا نه درلود. دوه برخو کې باید تفکیک وسي. په لومړۍ برخه کې دوی انحصار د قوې په لاس کړی، او دا یو لوی فرصت و دوی ته چې د هغه په اساس باندې که دوی واقعا یو ولس واکه سیاسي طرحه درلودی او اقتصادي طرحه یې درلودی او مدیریت پسې ګرځېدلی وای او مشارکت پسې ګرځېدلی وای، امکان د دې و چې ثبات قوه ته لاړ شي. له بدې مرغې نه علایم د منځ مهال ډېر ښه نه دي. لومړی د مولوي صاحب هیبت الله وینا هیڅ بل ځای ته ځای ور نه کړ. اساسي قانون نشته پکې، د قانون حکومت پکې نشته، حقوق پکې نشته. دا یو برخه. دوم، مولوي صاحب هیبت الله د ملا صاحب ماد عمر اقتدار نه لري. دوی وحدت په حقیقت کې موجود نه ده، حداقل دوه او له هغه نه ډېرتر مراکز د قدرت دي. ده امر که ملا صاحب ماد عمر امر کړی وای چې څوک کابینې کې دي، بیا چا ګرځولی شو؟ دی مجبور نه شو چې له خپل امره وګرځي، ځکه کابل او فزیکي له نظر دا خپله ده اوسېدل په قندار کې، د ادارې اوسېدل په کابل کې. خو ملا محمد عمر هم په قندار کې او، مګر د هغه امر چلید، د هغه امر ټول افغانستان کې چلید. والی به سبا مدیر کېده که نه؟ وزیر دا هلته د هغه سلسله خود جوشه وه، د هغه مشري فوق د یو برخه مخصوصا په قندار کې، یعنی لوی مرکز د قبایلو کې یو نفر چې قبایلي سیستم کې مطرح نه و مشر سو او مشري په لاس کې واخیسته. دا په تاریخ کې بېساری شی. نو معنی دا چې تاسې د دوی دا قوت چې وطن یو کولی شي فکر کوئ دا قوت اوس نشته ستاسې له نظره؟ دا خو دوم برخې ته راځي. نن سلحان خپله مولوي صاحب وویل چې نه، بې له محکمې نه خلک وژل کېږي که نه؟ دا خلک چې بندیان چې خصوصي سوي دي، هره ورځ دوی یو ګواښ ایجادوي که نه؟ له بله خوا نه داعش ورته درېدلی که نه؟ او په طریق چې دوی هر شی سرکوبوي مقاومتونه ایجادېږي. و بیا مسئله مقاومت مطرح کردین، امیحال مقاومت مسلحانه در برابر طالبا جریان داره و معاون اول شما میگن امرالله صالح هم در یک بخش از این فعال است. ایره چی گونه میبینین؟ فکر میکنین بجاست، خطاست، منتظر باید بود؟ چی باید کرد؟ نقطه اول است که یک رای حل سیاسی نقطه اساسی است. طالبا یک قوت اقلیت است. وقتی که قبول نمیکنه که اقوام مختلف در افغانستان زندگی داره، زبان های مختلف میگن، فرهنگ های محلی جز فرهنگ ملی است، این وحدت ملی رو تضعیف میکن. باید فکر اساسی شه و ای که فکر میکنن که همه کس باید اطاعت کنه یا بیعت کنه، این شیوه مردم ما نیست. دو نقطه اساسی دیجم ضروری است که چون قبلا شما اشاره کردید. یک، اکثریت طالب پشتون است اما اکثریت پشتون طالب نیست. اشتباه باید تکرار نشوه. امریکای اشتباه رو تکرار کردن و موجب خونریزی های شدید و تلفات نهایت زیاد شد. به خیبر پختونخوا که لا 30,000 نفر نه
چې وزل سول او یا سره پښتنو جبری که طالبا سر ولایت پشتو زبان کردن بی سابقه است. ای جهت باید فکر نشه و طرف تفرقه، اما هرچی اینا یک جهت تقویه کنن مقاومت بود. نظر شما را دقیق میخوایم بگوین. شما از مبارزه مسلحانه علیه طالبا از این استقبال میکنین، دفاع میکنین یا خیر؟ من نه دفاع میکنم نه تقبیه میکنم. ما سر مردم صدا میکنم که از چیزی که اگر جهتی که روان هستن دالاره نده، دالاره مزار نده، اول پاکستان نزان دی بلکی لالقایده نده زان بلکی نن. آیا ملت منه ای کنه؟ نقطه کلیدی برتون بگو. افغانستان یک ملت هست. حس جدا شدن از افغانستان، حرکات جدا طلب وجود نداشت. امروز بدبختان از این زبان ها مطرح شده و هرچی طالبا رد کنن تنوع مردم افغانستان مثل یک باغ وارستن و این تنوع را رد کنن، اینا موجب حرکات های اینا. طالبا نمیخواه که حرکات ایجاد شود، اما تاریخ نشان میده که وقتی که حکومت های اقلیت بخواین به زور یک طرح را تعقیب کنن و مخصوصا یک طرح فکری را که کل مردم 99.9% مردم افغانستان مسلمان هستند فضل خدا و تا ابد مسلمان خواهد بودن. خود مولای صاحب عبت الله اعتراف میکنه که طالب شریعت نبیگی ندا چنگ دیگیر حساب نیسی دزلو حساب نیسی اسلام به پزلو کده به اسلام که دانسته او دی شرعی اصول توی بخولان دیگه. تاسی او اشاره او کرد بیرت خبر پاتی شوه. فکر که طالبان دوام کهی که لمنزه بازی؟ دواره عباد دیزه که چه آقا حقیقتی آواز خدای جلشان او تا معلوم ده. یو که دوی حاکم هستی دیر سخت دیکتاتوری بگی. نن اقتصاد افغانستان لمنظر خزه به حق اصول زوانان اوشل چه چه تعلیم یافته دی چه ده افغانستان پا کاری که بدل کردی ملا صاحبانو بانده اول تو لوی توپیر چه ده ده ملا صاحب مادومر دوری که مساوات تو دی دوی منسکی نن شیرپور لدوی ندک نده چنگم نیولی دی خوب غصبم نیولی طریقه زینه میلیاردران دی مخدر مواد سره څه کوي، جرمي شبکو سره څه کوي، القاعده سره څه کوي. خبره په دې کې ده دوی باید تصمیم ونیسي که اخواته لاړ سي لکه چې د زوایري قصه معلومه کړله سبا ورته نور ګواښونه ایجادیږي او ځینې ګواښونه دوی خپله ایجادوي. خو بیا هم ما خپل ځواب وانخسته دوی ځي که پاتې کیږي که پاتې سي اوله برخه بدیر سختیانی را پاتی سی که لارم سی او بدیل نیی بیام سختیانی ایجادی او ده طالبان واکمنی که ده پاکستان نقش و نفوذ سم رده تاس پا لملنه وینا که چکل راوه تای پی و غیر مستقیم اشاره که مو آغا ده افغانستان تاریخی غلیم بلاله فکر کوی که ده اشاره مرشتی پاکستان تا با نفوذی پا کابل که و سم رده سکرو تا گوری امو که بهترین سکار دی پینزه چنده ده اسلام آباد ده سکارو ده پنجاب سکارو نه بهتر دی اسلام آباد ده زکه اخشاره کن چه دوی فابریکال تا ده سرنگه قرار داد سو پا کم ده او طلبی سوی ده او اوز خوالی پاکستان که ده پاکستان ده حکومت اعلامی او خوالی خوالی ده دایم دوام دارسی روپای پاکستانی روپای پزمکل ویگی اوس له افغانستان له خوا یې دوی واردات کیږي بل ای دوی د ایس ای رئیس څه کار وچې دوی منځ کې روغه وکړي. پاکستان سره افغانستان باید یو سولې ته ورسیږي. دا یې ما هدف و خو له بدمرغې نه ونسو. تاسو بیا بیا ویلي وو؟ بیا بیا مې ویلي وو او بیا هم وایم موږ عظیم ارتباطات لرو او یو بل سره
مشترک و ګټوک باندې نتیجې ته رسیدلی سو. ما مرکزی آسیا لاره دوی ته خلاصوله په بدل کې باید هندوستان ته لاره را کړې وای. اما معامله هر ګاونډي سره د افغانستان په ګډو منافع وه او باید کله هم پیدا کړې وای. موږ ورته که نن دوی سره عقل وای، خو نن به ګاز له ترکمنستان نه په قوت دوی ته راغلو، برق به ورته راته. دوی نه لري امکان نفوذ. دوه رقمه ده، یو د پاکستاني د مدارسو نفوذ ده، بل همدا نن هم مذاکرات د تحریک د طالبان پاکستان او مفتي تقي عثماني چې د حکومت نمایندګي کوي او نورو روان دي چې آیا تحریک د طالبان پاکستان راتلونکی به څه سي. دوی آیا پاکستان دولت منی شریعت رقم د طالبانو په قبایلي توګه راسي، قبایلي توګه بیرته ژوندی سي، څه حرکات دي، القاعده سره روابط څه دي، دلته پښته ځوابونه په کار دي. دا په پټه نه کیږي، ضرور ده چې روښنایي راسي. پاکستان کابل کې اوس نفوذ لري که نه؟ معلومدار نفوذ لري، ټینګ نفوذ لري. آیا دا چارواک، آیا څوک چې دا لري حکومت ته ودی ته تمام ورځ سوی پاکستان سفارت پسې نه ګرځي؟ ټاکنې د هغه ځای نه کیږي. دا چې کیږي یا نه کیږي، اما دوی خو فکر کوي چې ټاکنې کیږي. قتل ایمن زواهری رهبر شبکه القاعده در یک حمله هوایی د یو آخر اتفاق افتاد. از نظر شما چی پیامده برای توافق دوحه و روابط آینده امریکا با طالبان خواهد داشت؟ امی خود موجودیت ازی در شیرپور نشانه عزیز که موافقتنامه دوحه مثل کلیزه کرتس گفت با کاغذ یک سرش نوشته شده نمیارزه و این بار به گردن خلیلزاد است. تعهدات نهایت ضعیف است از طرف طالبا، تعهدات امریکا نهایت مشخص و قوی است. سوالی که ایجاد میشه آیا کدام موافقه سری دیگه وجود داره یا نداره؟ قبل از این بیانیه ایبت الله خونزاده در جلسه علمای کابل با وضاحت گفت چه موافقمون نده کرده، امکان نلری. دلتن باید پوسو فکری نظر نه اوس یو سوال ده، آیا طالبان افغانستان د اسلامی حرکتونو مرکز باندې بدلی یا افغانستان لومړی ګني؟ دلته سوالونه دي. ځینې تبصرې شوي چې د زواهری شتوالی په کابل کې به لویدیځه نړۍ امریکا دوی مجبور کړي چې په طالبانو باندې بندیزونه هم ډېر کړي. دغه غوښتنې اوس هم شوي چې په دوی باندې د سفر بندیزونه بیا تازه کړي. کېدای شي داسې اوازې وي چې ځینې هېوادونه یې په رسمیت وپېژني، دا هم هېڅکله ونه شي. او په مجموع کې زما پوښتنه دا وه چې فکر کوئ له دغه برید نه وروسته د امریکا او طالبانو روابط، ځینې خبرې هم د دوی تر منځ روانې وي، څنګه مخته تللی شي؟ په بنیادي توګه ګواښ ایجاد شوی. امریکایي اداره دا فیصله یې چې کړې ده نتایج باید ورته ښکاره وي. او نن یو عظیم بحث د امریکا په کانګرس کې په سیاسي قشرودی کې منځته راغلی چې راتلونکی امنیت به څنګه اوسي، په څه ډاډ باندې دا تړون امضا سوی او نتایج یې څه دي. بل خلیلزاد ماته مشاور د امنیت ملي، اخیر مشاور د امنیت ملي د ولسمشر ټرمپ وویلی، اوبراین نومېد، سفیر صاحب اوبراین، چې خلیلزاد ورته ویلي وو چې خلیلزاد طالبان قانع کړي دي چې امریکایي قوه به په افغانستان کې پاتې سي. دا خو بلې خیال کې به بلې دنیا کې وو. دا رسمي خبره ده چې خلیلزاد هغه ته ویلي وو چې طالبانو منلی چې امریکایان به پاتې سي، ځکه چې ټرمپ غوښتل چې یو مقدار قوه وساتي. دا په دې خیال وو چې انتقالي حکومت طرحه دا وه چې دوی به راسي، دواړه به له امریکانه غوښتنه وکړي. پاکستان طالبان دا نه مني، وضاحت درلوده. اوس باید په واقعي توګه بیرته دوی فکر وکړي چې څه یې کړي دي افغانانو ولس باندې، څه
یې راوړل په موږ باندې جمهوریت یې له منځه ویوړ او دوی خپله څه کوي. خلیل زاد یو ټویټ کې ویلي چې د القاعده د مشر شتوالی په کابل کې د دوحې تړون نه سرغړونه ده. معلوم ده سرغړونه ده، اما آیا طالب منی سرغړونه ده؟ طالب عکس العمل ته ګوري. خلیل زاد ته نه دي سنجولي، ما لس وارې ورته ویلي چې دا طریقه چې ده تا مساوده جوړه کړې ده له دې نه به په مرګ پریښیمانه سي. اما په خر سپور ویلي زه پوهېږم. په دا پیل کې مې ویلي وو چې د ولس سره د بحث یو بڼه به لرو. د غیابي په داخواله رسنۍ یا سوشل میډیا کې ځینې پوښتنې مطرح شوې وې چې که ولسمشر اشرف غني ووینئ نو یوه پوښتنه که ته وکړې هغه به څه وي. ډېرې پوښتنې شوې وې، ډېر نظرونه راغلي وو، ځینو البته سپکې سپورې ویلي دي، ځینې ستاینې کړې دي، ځینو یوازې نظرونه ویلي دي، یو شمېر پوښتنې هم وې. ما دا ټولې وکتلې په سلګونو وې. د نمونې په توګه یې ځینې راخلم او تاسو ته به وړاندې کوم، خو هیله مې دا ده چې لنډ لنډ ځواب ورته ووایئ. کېدای شي دا نومونه اصلي نه وي، ځکه چې خلک په سوشل میډیا کې په بدلو نومونو راځي، خو په هر صورت هغه څه چې هلته وو هغه زه درته اخلم. فاطمه احمدزی وایي چې موږ دې ولې یوازې پرېښودلو؟ خورې که کوچنۍ لور مې نن د افغان جنکیو میرمنو وضعیت یو فاجعه ده. هر شیبه زه په تاسو باندې فکر کوم، زړه مې، احساسات مې، فکر مې تاسو سره ده. اما د ځوان له بهترین خاطرات نه دا و چې ارګ کې به کوچنۍ جنۍ راغلې او ما به پوښتنه کوله چې څو نفره به تاسو د ولسمشري کاندیدان یې اتیا فیصد لاسونه به جګ سو. نو دلته ضروره ده ما نه یې خوسي کړي، هره ورځ در پسې ګرځم په زړه کې مې، اما په عین حال کې یو وړه ګیله لرم. هیله ده چې تاسې حوصله ولرئ، تاسې زه پرېښود، ځوانانو زه یې پرېښود، یوازې مې پرېښود. که تاسې راسره درېدلي وای او د خوشحال خان خبره چې مغول به مې وهلی وای درته معلومې ده. مننه. زبهیر عربان یک کسی هست که بعد از چند اشنام رکیک که متاسفانه به یک رسم ناپسند در شبکه های اجتماعی افغان ها مبدل شده می نویسه سبب بربادی وطن و ملت شدی. اول از آقای زبهیر من تشکر می کنم. درد ما واقعی است، ما دردشان رو درک میکنم. یک فاجعه آمده، یک زلزله سیاسی صورت گرفته و همه گنگز هستن. و اما خواهش ما از آقای زبیری است که ریشه مطلب بفهمید، که کسایی که دولت نماندن که قوت بگیره و ملت نماندن که متحد شود خشمتان طرف از اونا بگذاری. صابر میلاد وایي چې د فوز سره جفا وکړه، بې سرنوشته یې پرېښود. میلاد صاحب نه بیا څه مننه کوم. زه فکر نه کوم او ټول جنرالان په دې قانع وو چې په سل کالو کې به په فوز باندې دومره چا پام کړی، دومره پاملرنه کړی، دومره یې ورنه مننه کړی چې ما وکړو. کوم وخت یې تاسو خدمت کې نه وم. سپاهي سره غږېدلی یم، بریدمل سره غږېدلی یم، ځوان افسرانو سره، ټولو قول اردوګانو کې ګرځېدلی یم، په نوم مې پېژندی او هر چیرې هره اونۍ کې ما تاسو ته تلیفونونه کوم، لیدل مې درسره، کتل مې. ما پرې نه ښودلی، نړۍ پرېښودلی او خپل منځ کې بیا ګوري هغه فساد چې په فوز کې راغلی و تر څه زه راغلم له تاسو نه یې فرصتونه واخیستل. زر جنراله باید وایي یا کمتر په وزارت دفاع کې درې زره یې مقرر کړي وو، داخله نه خو پوښتنه مه کوه. آیا تا
په وزارت داخله کې قراردادی ځانت جنرالي و نه خستل پارلمان چیرې نه نوتلې یو ټول کمانډان د امنی و دای ټاکل دلته هم ضرور و اردو او پولیس او امنیت ملی ټول ډېر لوی قربانۍ ورکړلې پولیس باندې انتقادونه دي مګر داسې پولیسانو چې ځانمرګ یې په غېږ کې ونیول ځان یې شهیدان کړل اما هم افغانان یې وساتل د جرمني سفارت یې وساته موږ باید بېرته فکر وکړو په اساسي توګه چې ولې مو ځان ټینګ نه کړ او ولې م یو طریقه پیدا نه کړله چې خپله د خپل جنګ او د خپل همت باندې ودرېږو نو ضروره ده چې هغه راسي معره تاسو له پاکو سیاست نه زه د زړه له کومې نه مننه کوم. مفتي محمد نبی په نامه یو څوک دی، دی وایي ورته وبه وایم چې په هلمند کې دې ولې بېګناه خلک شهیدان کړل؟ هلمند کې طالبان بېګناه خلک شهید کړي دي. شل کاله دي چې په هلمند کې دوی بېګناه خلک شهیدان دوی نه پوښتنه وکړي. قیوم مومینی په نامه یو څوک دی وایي من برایش میگویم آدم فهمیده هستی اما برای سیاست ساخته نشده ای. نوم چی بوده؟ قیوم مومینی. مومینی صاحب نه از مومینی صاحب تشکر میکنم. ما امرایشون موافق هستم. ما برای سیاست بازاری ساخته نشده بودم. ما برای سیاست دکانداری ساخته نشده بودم. ما برای سیاست شبکه جرمی ساخته نشده بودم. سیاست ما این بود که 16 ساعت در روز بلا وقفه برای فلای ملت برای بهبودی ملت کار کنم زحمت بکشم و منافع افغان از تمام افغان ها را فوق هر چیز دیگه بدانم. از ما کدام روز حرکت دیدین که در مقابل ملت حرکت منفی باشه یا خدای ناکده یک بخش ملت افغان مورد قدر و احترام نداشته باشه. گران هیواد په نامه یو څوک ده وی دا به ورته وایم چې ما درته څو ځلې ویلي، زه نه پوهېږم چې تاسو ته داسې وینا شوې که نه، چې مفسدین دي تر څنګ دي تصفیه یې کړه، خو د ده خبره او ځواب بیا بل څه و. بیا هم زه ګران صاحب نه مننه کوم. بعضې اوقات خلک فکر کوي که یه سړی نوم ولسمشر سو یا خلک ورته وویلې چې لومړی شخص د مملکت یې مطلق قدرت لري. اما په محدودیتونو باندې پوست نیم د کابینه د ډاکټر عبدالله و رئیس د اجرایه او تنوع قومی ضروره او فساد دکان ما تا پا میراس را خلی تصفیه پا یواری دور دی مفسیدی نکی گی. دلتا باید پوسو چه هاگ از تون زی چی مکتا پا میراس رسیده لیوی یا اون نسل پا کارو چی مکتا بل سر طول سو. وقت تورتا کافی نو دو ورستی نظرون در توایم دادا نایم خو یا که دیش دوی طالبان وی یا ده طالبان و پلویان وی. سمیع الله ایوبی وای چې دا به ورته وایو چې افا عمومي سوې ده، ته ولې خپل افغانستان ته نه راځې؟ ما داسې ګناه نه ده کړې چې تاسو د افا محتاج اوسو. ما درته وویل زه د ولس منتخب ولسمشر وم، تاسې سوله ونه منله، خارجیانو سره هم تړون وکړه، یو کال یو برید هم په خارجیانو باندې ونه کړه، افغانان هم ووځه. ما ته شریعت کې وکړې څه د اساس څه ده؟ شریعت خو په خپل مولوي صاحب عبدالله وایي شریعت په ځان مه برابروه، ځان په شریعت برابر کړه. په کومې فتوا باندې؟ که تاسې پاکستاني مدارسو نه فتوا اخلي هغه بله خبره ده، اما فتوا خو په قانون کې په شریعت کې. شریعت خو پرون نه ایجاد شوی. ځوانمرګیان په کال کې یو میلیارد ډالر نقصان رسو. عفو مانا څه ده؟ ټول باید له ملت نه له ولس نه عفو وغواړو چې ټولو کمزوري وه. اوس که تاسې ولس ومنئ، د ولس رایه ومنئ، بیا لاره برابرېږي. اما دا چې راسي زه تاسو ته سر ټیټ کړم په سل کالو کې
او ورسته پښتنه خو نه دام نظر دی بخاری جان په نامه یو څوک دی وای راشه وطن ته د امارت سره په شریعت بیعت وکړه پر مختګ کې را سره شریک سه. اول د امارت ماته وایي چې 15 اصل د شریعت باندې دوی درېدلې دي، د ځان امنیت، د مال امنیت، د عقل امنیت، د قبیلې امنیت او د دین. خو راستی د علما د اسلام سره کینو چې تاسې په شریعت پیکئ که نه، دا خو نسي کېدی چې هر شی تاسې له سره شروع کړي. شریعت یو کان ده، دل په دې رقم باندې نه خلاصه کېږي چې د ګیرې په اندازې باندې سي. او شریعت علما و ایجاد که، نه حکمرانانو. حکمرانان راول شریعت په زړونو کې ده، او افغانستان که شریعت یو ډیر عظیم اساس لري، اما خلکو زړونه ورنه متوروي. مننه. وروستۍ برخې ته رارسېږو. د دې شلو کلونو د بریاوو او ماتو یو لنډ تاریخي لوستونه او نتیجې راخلو. فکر کوئ لوی درس چې د دغې بهیر نه له دغه څو کلونو اخیستل کېدی شي هغه څه دی؟ لویترین درس دا ده چې وخت فرصت برابرېږي به یو لاس سي، یو موټی سي، یو بل ومني. موږ دو څلور څلوېښت کاله کېږي چې موږ سوله نه ده کړې، د ولسونو سوله. او سوله بدلېږي د اقلیتونو چارواکانو باندې. 2001 کې یو لوی فرصت و که د بیړنۍ لوی جرګې او د اساسي قانون لوی جرګې ته غوږ نیول سوی وای او هغه تګلاره عملي سوی وای، نن به افغانستان مضبوط و. نو ضرور ده. دوم، باید یو لید ولري. دا په دې نه کېږي چې ورځنۍ معامله وکړئ او فکر ونه لرئ. یو لید لور پکار ده. د افغانستان راتلونکی باید دومره په ځان باندې باور ولري چې هم د ورځني کار کوي، هم د 15 کالو، 10 کالو، 30 کالو له ځان نه شاته وګوري. په دا مګوري چې پس له ما نه هر څه راغله سیلاب ویسي. او دریم، افغانستان یو سیاسي قشر ته ضرورت لري چې ژمني له بدې مرغې نه او پخواني ګوندونه بریالي نیسو ګوند ځای ته ونه رسید، اما ولسواک نظامونه منظم سیاسي بنسټونو ته ضرورت لري، او له ټولو نه مهم باید په خپلو پښو ودرېږي. فکر میکنین که موجودیت افغانستان به عنوان یک کشور و کشور واحد با توجه به آنچه در جریان است با خطر مواجه می باشه، به خاطر از اینکه برخی از این بابت نگرانی دارن؟ افغانستان هزارها سال وجود داشته و انشالله تعالی هزارها سال دیگه هم وجود خواهد داشت، اما هشدار باید جدی گرفته شد. افغانستان تنها و تنها کوتابینی، تبعیض، تفرقه خراب کرده میتونه. ضرورت واضح است که ما اول خود باعث یک ملت واحد دارای حقوق مساوی مرد و زن، جوانا، نسل ها را با هم باید یک جای بریم. دوم، منطقه را باید، ما باید منافع خود در منطقه تعریف کنیم، نه یک تنها میدان جنگ باشیم و همچنین منافع جهانی خود. با او ترتیب از خطر جلوگیری شده میتونه. مگر متاسفانه امروز در دیاسپوره افغانستان که باید زیادترین مرکز فکر و جمع شدن باشه، تفرقه روان است و این خطرناک است. در نخستین پیامتان بعد از اینکه از افغانستان خارج شدین گفتین، من نقل قول مستقیم میگیرم که گفتین قصد فرار و جلاوطنی ندارید و مصروف مشوره برای برگشت به کشور هستین. با کی مشوره داشتین و نتیجه چی شد؟ مشوره ما رو دار با دوستای افغان، امرای دنیا مشوره نداشتیم چون اونا در وضعیت خاص بودن و یک ملامتی را در وقت میخواستن که ملامتی پردن. و دیام دلچسب است، یک مکتوب، یک هدایتنامه آقای رمزفلد وزیر دفاع امریکا در 2002 که میگن یک طرح را برابر کنین
که اگر افغانستان موفق نشد ملامتی سر افغانا باز. هر کس یک ملامتی میخواد، اوشانای مکلان است ملامتی ها را مقابلش تحمل دارم از همی خاطر. برای یک سال من زبان باز نکردم تا برای مردم فرصت برابر شد، مخصوصا برای سیاسیون که بتانن یک طرح مثبت بیاید و در کابل نشان بدن. خاصتا عبدالله و کرزی صاحب بودگا و آقای خلیلزاد ما خوال نیستم، در یک سال نبودیم، چرا موفق نشدن که یک قدم در رای همکاری ایجاد کن؟ دلیلی است که من افغان است تا آخری سلولم افغان است و در خدمت افغان ها خود باشه. اما مشوری که آمد شرایط ام از داخل کشور از ام دوستای ما در بیرون که شرایط آماده نبود بر برگشتیم. همدغه لومړني پیغام کې مو د ځینو افغان مشرانو بیازلي واکمني یاده کړې، امیر شېر علي خان، امیر دوست محمد خان، امیر عبدالرحمن خان، د ملا عمر بیا ستنېدو ته مو اشاره کړې وه. استنباط دا کېږي چې تاسو هم غواړئ چې بیا واک ته لاړ شئ، سمه ده؟ نه، زه غواړم لکه څه اول جمله کې مو ویلې چې واک د ولس په اراده باندې ځای نسته تسلیم. اما لیوانه مینه افغانستان تا ده نه وقت، اما تره لر تت خدای جلاشانه هم ترا کردی اغا پوه ده تا ده شپیت کالو دوامدار تیلنو او عملی تجارب نراغلی. زه افغانستان تا تره لرم تا اغا عملی سی مقصد می برته در د تاګو زکه دا راغلی دی او یو د دې پایسنو چې خلک ورته وایي چې تښتېدلې دي. امیر دوست محمد خان او درېده وختي چې نتیجې ته ورسېد چې نه راځي راغی تسلیم سو او زه تسلیم سوی نه. یعنی مشورې مو وکړې اوس نسته نیږي، اوس دې شرایطو کې نسته نیږي. بیرون ګوند جوړوي غواړي چې سیاسي فعالیت وکړي، دا مخکې له وخته ده، ځکه زه غواړم چې نظریات مې د ټولو په خدمت کې نه دا چې وسیله د تفرقه است. و در آخر میخوایم دو جمله کوتاست و از شما میخوایم نظرتان. اول، اگر قرار بود به خاطر یک چیز برای زمان که تصدی ریاست جمهوری را شما داشتین از مردم افغانستان معذرت بخواین، چه خواهد بود؟ عدم توان ما که فصل ناتمام افغانستان را تمام کنیم. بزرگترین ناکامیم به ناکامی ملت ما که از بابت ازو میخواین معذرت بخواین؟ موضوع معذرت نیست، موضوع ایست که ناتوانی ماست و باید دیده شود که چرا؟ چون معذرت معنی ازیست که قابل توان بود و نشد. ما از شرایط برتان توضیح دادیم که نتانستیم فصل ناتمام را که امان الله خان شروع کرده بود تکمیل کنیم. نه امان الله خان تانست، نه داود خان، نه دکتر نجیب و بدبختانه ما. و شما هم یک فصل ناتمام، فصل ناتمام مانده. اینی فصل باید تمام شوه که افغانستان به ثبات برسه و ضرورت واضح است و از همی جهت از شما و مردم افغانستان تشکر میکنم که به شما گوش میکنن که یک بحث اساسی بیایه که چرا ما به ثبات نمیرسیم و به حلقه خبیثه دوباره میریم. او یو شی چې فکر کوي په تاریخ کې به یوازې ستاسې له نامه سره تړلی پاتې شي او په تاریخ کې به ثبت وي، هغه به شی؟ زه جوړولو ته پیدا سوی وم، نه جنگ ته. اما هیله دا وه چې هره درې د افغانستان کې اما د جوړولو نښانه یي، نه د تورې او د توپک. ډېره مننه. زه جوړولو ته پیدا شوی وم، نه جنگ ته. په همدې به پای ته ورسوو. تشکر از شما محمد اشرف غنی، رئیس جمهور نظام ساقط شده جمهوری افغانستان، از فرصتی که برای مصاحبه با ای بی این به ما دادین. تشکر. من از شما و از تمام خواهر و برادران در داخل افغانستان و خارج افغانستان
اظهار تشکر میکنم، تمنیات نکمه خدمت هر طفل، هر دختر، هر پسر، هر زن و مرد افغانستان، هر خواهر و برادرم تقدیم میکنم و امید است که باز به حیث یک ملت متحد، واحد، یک پارچه و یک دست بتانیم سرنوشت خود خودمو رقم بزنیم. دیرمانه نریشت. من نزم. دیرمانه نزم. دیرمانه نزم. دیرمانه نزم.